عرض ادب و احترام به شما همراهان خوب کانال. ترفندهای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای استخدام جاسوس در اسرائیل. این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص می‌دهد. در ادامه اخبار این ساعت مطابق روال برنامه‌های تحلیلی همراه خواهیم شد با آقای واحدی. و در پایان می‌پردازیم به آزمایش دوربردترین موشک غارپیمای کره شمالی. تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. ترفندهای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای استخدام جاسوس در اسرائیل. جاسوسی برخی اسرائیلی ها برای جمهوری اسلامی که طی سالهای اخیر افزایش یافته و اکنون به یکی از مهمترین چالش های امنیتی تل‌آویو تبدیل شده است. تنها در چند هفته اخیر خبرهای متعددی از دستگیری افرادی با اتهام همکاری با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی منتشر شد. یکی از آخرین موارد نیز دستگیری زوجی اسرائیلی با همین عنوان اتهامی بود. بر اساس اعلام سازمان شینبت و پلیس اسرائیل، این دو متهم به نامهای رافائل و لالا قلیوف که 32 سال سن دارند، مأموریت جمع‌آوری اطلاعات از سایت‌های امنیتی و زیرساخت‌های ملی اسرائیل برای جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند. سازمان شینبت و پلیس اسرائیل اعلام کردند که رافائل قلیوف به عنوان بخشی از وظایفش از طرف کارفرمایان ایرانی خود مأمور یافتن یک قاتل شده و مکانهای امنیتی از جمله مقر موساد را زیر نظر داشت. همسرش نیز در برخی از این مأموریت‌ها به او کمک کرده است. بر اساس گزارش‌ها این زوج را یک فرد اسرائیلی با اصالت آذربایجانی به خدمت گرفته بود. نهادهای امنیتی اسرائیل پیش از این نیز چندین مورد تلاش ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برای استخدام شهروندان اسرائیل افشا کرده بودند. برخی از این موارد مربوط تلاش‌هایی برای نفوذ به تأسیسات حساس و زیرساخت‌های امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌ها و نظامیان ارشد بود که در قالب برقراری ارتباط با اسرائیلی‌ها دنبال می‌شد. دادستان‌های اسرائیل می‌گویند که متهمان صدها مأموریت عکاسی از پایگاه‌های هوایی در نواتیم، رمات دیوید، تلنوف و پالماچیم و همچنین پایگاه‌های بئر طویل، کریات گات و مجتمع گلیلوت در شمال تل‌آویو برای جمهوری اسلامی انجام دادند. نهادهای اطلاعاتی اسرائیل در همین ماه اکتبر از دستگیری 7 نفر دیگر با اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای برنامه‌ریزی ترور 1 دانشمند هسته‌ای اسرائیلی و 1 شهردار و همچنین خرابکاری در این کشور خبر دادند. به گفته آنها دستگیر شدگان مأموریت داشتند به ازای دریافت مبلغی حدود 53000 دلار در یک خودروی پلیس بمب بگذارند و به یک خانه هم نارنجک پرتاب کنند. جمهوری اسلامی مهاجران آسیب پذیر در اسرائیل را به جاسوسی مجاب می کند. اینها تنها برخی موارد خبرساز مربوط به حلقه های جاسوسی جمهوری اسلامی در اسرائیلند. اما می رسیم به بخش تحلیلی برنامه این ساعت و همراه می شویم با آقای واحدی. در صحبت های 3-4 پیش خامنه ای که من در موردش صحبتم کردم، اشاره هم کرده بود به اینکه ما نباید، یک طرف گفته بود که اسرائیلی‌ها دارن بزرگ نمایی میکنن موضوع حمله رو و یکی هم که ما خودمون نباید کوچک انگاری بکنیم. یک نکته رو واقعیتش نه خیلی باید دقت نکنم، چون این بحثش مهمترین بحثش بود که برای خود ما مهم بود، اعتراف خامنه‌ای به اینکه حمله اسرائیل خیلی کوچک هم نبوده، شاید بی توجهی کردیم، ولی خب دوستان دیگه هم دیدن و صحبت کردن. آیه از قرآن میخونه لن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. خلاصه اگر منافقین 3 دستن، منافقین آدمای مریض و مرجفون دست از کاراشون بر ندارن، ما تو رو بر علیه اونها میشورانیم و بعد از اون دیگه خیلی در دوربرت نخواهند بود. به نظر من این اتفاقا خیلی با شرایط فعلی جمهوری اسلامی و سرانش ارتباط داره. نشون میدین افرادی که دارم میگن اتفاقا مجاور پیغمبر بودن، در کنارش بودن. ببین یه دمادن تفسیر کردن که منظورش اینه که این افراد رو از مدینه بیرون میکنیم، ولی میگه بعد اگر اتفاق بیفته دیگه بعدش مدت زیادی در کنارتون نخواهند بود. معنیش اینه که در کنار پیغمبرن، حالا به هر عنوانی.
نفوذیان، جاسوسان، جاسوس اسرائیلن، منافقان، هر چی می‌خواد بگید. زمین که حالا منافقین رو جدا کرده آیه قرآن و الذین فی قلوبهم مرضان هم جدا کرده، مرجفون هم جدا کرده. ولی هر چی باشه مرجفون کسانی که کنار پیغمبر هستن و واقعا درسته، یعنی آنچه شر در این کشور برپاست از افرادی که کنار خامنه‌ایان، اگر فساد مالیه، اگر فساد اخلاقیه، اگر وطن فروشیه و حالا اگر به قول خامنه‌ای تو دل مردم خالی کردنه، مرجفون کسایی که با خبرهای منفی و خبرهای مثلا یه مقداری نگران کننده تو دل مردم خالی میکنن. تفسیر خودمونش خامنه‌ای هم همین رو گفت، ولی به اون نکتهش که آیه قرآن میگه که اینا اتفاقا اطراف پیغمبر هستن. خب حرفای خامنه‌ای دو بُعد داره، یکی اینکه حالا مثلا جنبه تهدیدآمیزشه و یکم این که حالا یه مدتی به جن برکرده بود که آقا جنا دارن کمک میکنن، جنان ما جن مؤمن و جن کافر داریم، اجنه کافر دارن کمک میکنن به اسرائیل و آمریکا. یه سری از ائمه جمعه از جمله امام برام گفتن تو این حمله اخیر اسرائیل جنا کمک کردن، یه چیزی میگن که آقا اساس ما خارجه، جن رو نمیشه دید، نمیشه محدودش کرد، پس تقصیر ما نیست، ما نهایت بالاترین تکنولوژی رو داریم اما ظلم به جن نمیرسه. و جواب نمیدن که اگر جن کافر در اختیار اسرائیل قرار گرفته، شما چرا ارزه ندارید جن مؤمن رو جذب کنید؟ ولی حالا این یه بودشه که حالا باز فرافکنی کنه که آقا ببین یه چیزی شده وجود داره، این منافق وجود دارن، نفوذ کردن، حالا هم بحثی که شده و اینا دارن دل خالی میکنن. اما تو همین قصه عرض میکنم این آیه در مورد کسانی که دوربر پیغمبر هستن و اگر حالا با توجه که خامنه‌ای خودشو از پیغمبر بالاتر میدونه، در حد خدا میدونه، میگه خدا از زبان من حرف میزنه، ولی بخوایم تطبیقش کنیم به الان، یعنی کسانی که اطراف خامنه‌ای هستن و اتفاقا درسته. شما ببینید، خب حالا ممکنه طرف مخالفان جمهوری اسلامی، ماها، براندازا، غیر براندازا، منتقدان حرفایی بزنن، اما مهمترین حرفایی که بهش استناد میشه و ناتوانی جمهوری اسلامی نشون میده توسط چه کسانی گفته شده؟ افشای حمله اسرائیل به سایت‌های S300 اصفهان اولین بار توسط چه کسی گفته شد؟ مگه غیر از مدت سربار عزیز جعفری اومد همین چند روز پیش اعلام کرد که اسرائیلی‌ها در بعد از عملیات وعده کاذب یک حمله کردن به اصفهان و بعد بعضی از روزنامه‌های اصولگرا اعلام کردن که در اون حمله سیستم‌های پدافند S300 اصفهان از بین رفته؟ مگه همین دو شب پیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجری از کارشناس نمی‌پرسه که آیا کشتن آقای رئیسی هم مرتبط با همین حملات اسرائیل بود یا نه؟ مگر قضایای مربوط به سرقت اسناد هسته‌ای که حالا ما می‌دونستیم سرقت از رئیس اتاق سازمان هوافضا رو جز خود جمهوری اسلامی کسی افشا کرد؟ مگر کسی جز وحید خضاب اومد اعلام کرد که اخیراً یک در شهریور ماه که یک انفجارهایی در اصفهان رخ داده حمله اسرائیل بوده، در حالی که جمهوری اسلامی به دروغ گفته بود که نشت گاز بوده؟ یعنی مهمترین خبرهایی که بهش استناد میشه و اتفاقا میتونه که تو دل مردم خالی کنه از اطرافیان خود خامنه‌ای، از فرمانده سابق سپاه گرفته تا روزنامه‌نگار اصولگرا تا مجری صدا و سیما تا مجری تلویزیون سپاه، اگه من بخوام بگم از اینا فراوونه، یعنی کسانی که اون کسی که میگه امام جمعه برام میگه، من میگه آقا جن بود حمله کرد، یعنی به مردم میگه آقا ما کاری نمیتونیم بکنیم، چون جن خاصیتش اینه که قابل کنترل نیست، دیده نمیشه، تسلطی هم براش نداریم ما. یعنی کسی تو دل مردم خالی میکنه به از نظر خامنه‌ای و خامنه‌ای داره به اینو تهدید میکنه، بیشتر برام میگه به اطراف خودش و اتفاقا تطبیق میکنه با آیه قرآن، چون آیه قرآن میگه اونایی که دوربر پیغمبر، اما دیگه بعد از اون نمیتونن دوربر پیغمبر بمونن، مجاورت پیغمبر نمیتونن داشته باشن. این یه بوده قصه که به هر حال فرض کن همه ماها ساکت چیم، مگر کسی مجبور کرده بود عزیز جعفری که بیاد آبروریزی جمهوری اسلامی فریاد بزنه و آبروریزی روسیه رو، یا اختلاف بین دو باند حکومت رو فریاد بزنه که یه باندی که با روسیه مخالفتش بیشتری بیاد افتضاح و ناتوانی دفاعی روسیه را فریاد بزنه؟ کسی مگه مجبورش کرده بود؟ یعنی منافقین مجبورش کردن، مرجفون مجبورش کردن، یا مرجف خود عزیز جعفریه، مرجف خود وحید خضاب، مرجف صدا و سیمای جمهوری اسلامیه و بگیر همینطور برو، کی مجبورشون کرده؟ البته میشه فرض کرد که خامنه‌ای با این حرف منظورش تهدیده که به همین بهانه شروع کنن که آقا اینا دارن تو دل مردم خالی میکنن به استناد آیه قرآن، همونطور که قبلا اومدن یه موقع باقی رو کشف کردن بعد از یاغی که قرآن به باقی اشاره کرده و به همین استناد کردن و افراد مظلومی مثل محسن شکاری، مثل محمد مهدی کرمی،
سید محمد حسینی و دیگران رو اعدام کردن، حالا بیان استناد کنن، قبل از اینکه بخوان استناد کنن و اقدامی بکنن تو دلها رو خالی کنن. آقا نگاه کن، یا آیه قرآن هم پیدا کردیم برای کشتنتون، چون آیه قرآن گفته که اگر ادامه بدن پیغمبر رو بر علیه اونها میشورانیم. و بعد مثلا کسانی مثل محسن قرائتی تفسیر کردن که میشورانیم یعنی شور قلقم میکنیم. حالا حتما این تفاسیر هم در میاد، البته تفاسیر متفاوته، ولی حالا کسانی که به حکومت نزدیکن مثل محسن قرائتی گفتن یعنی که قلقمتون میکنیم، تارمارتون میکنیم. خب این میتونه یه جنبه تهدید داشته باشه که نگاه کنید کسی بخواد حرفی بزنه که مخالف سیاست رسانه‌ای و خبری جمهوری اسلامی باشه، ما میچسبونیم به مرجفون و باش برخورد تارمارش میکنیم. البته عرض میکنم این که حالا من اینجا یه حرفی بزنم، فلان کس که حالا فلان دلقکی که خیلی هم ادعای اپوزیسیون میکنه بیاد بگه من رفتم نشستم با اسرائیلیا همه هم تموم شد کار تمومه، اونا خیلی تو دل مردم خالی نمیکنه، چون خیلی از مردم عمر زنگ تفریح بینا نگاه میکنن. شاید دل بعضی از مردم خوش بشه، کیف بکنن از اینکه یه نفر داره علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اما اون تأثیری بر باورهای مردم نداره. ولی وقتی عزیز جعفری میگه تأثیر داره، و با این تهدیدها عزیز جعفری کنار نمیره، و اینکه عزیز جعفری بخشی از حکومته که با آگاهی و اراده برای کوبوندن بخش دیگه‌ای که روسوفیله اومد این حرفا رو زده. وحید خضاب وقتی میاد حرف میزنه عملاً برای مقابله، وحید خضاب تو باند همین عزیز جعفری ایناست، میخواد بگه ناتوانیم ما در دفاع، و دفاع بخش عمدهش متکی به تجهیزات روسی. اون که با این تهدید خامنه‌ای جا نمیزنه، برای اینکه همون قدری که یه سری گروهی که رو خامنه‌ای نفوذ دارن که حرفا رو میزنه، گروه مقابلش هم هست که حالا درسته یکی از مهرهای اصلیشون که رئیسی بود حذف شده، ولی رئیسی مهره قدرتمندی نبود، مهره اصلی بود، دل قدرتمند نبود، در مشت دیگران بود و اونا هنوزم هستن. ولی اگه فرض کنیم که حالا فرض کنیم میخواد اثر بذاره، اگر فکر یعنی مثلا خامنه‌ای فکر می‌کنه که مثلا عزیز جعفری کوتاه میاد، وحید خضاب کوتاه میاد، محسن رضایی که برای اولین بار رسما سرقت اسناد هستی از ترقوزآباد رو بعد از مسخره بازی و دلقک بازیشون تایید کرد، اون کوتاه میاد، احمدی نژاد که حالا مدت هاست خفه خون گرفته و مسئله سرقت از اتاق رئیس سازمان هوافضا رو افشا کرد، کوتاه میاد، اون که کوتاه نمیاد. اما حتی اگر اینها نباشن و فرض کنیم اون چیزی که خامنه‌ای میگه و به نظر من فقط برای برخورد با دو سه نفر این حرف، چون حالا عرض میکنم موفق نخواهند شد که همه رو جلوشون رو بگیرن، تمام فضای مجازی رو ببندن، این اگه میتونستن تا حالا بسته بودن. بعضی هم میگن که جمهوری اسلامی میخواد به طرف کره شمالی بودن بره، اینا حالا حرفایی که در موردش با صحبت کرد، نه جمهوری اسلامی اگر میتونست خیلی زودتر از کره شمالی میشد. جمهوری اسلامی یک ملغمه ای از کسانی که سالها در جبهه بودن، کسانی که سالها مبارزه کردن، و اینطور نیست که خامنه‌ای هر غلطی خواست بکنه اون رو تمکین بکنن، اصلا اینطوری نیست. یعنی شما فکر نکنید خامنه‌ای اگر کم آدم میکشه ناشی از انسانیتشه، نه، بسیاری از موارد تمکین نمیکنن، یعنی گروهایی هستن تو این کشور سالها جنگیدن، آدمای آزادی هستن، ممکنه با منم مخالف باشن، ممکنه اگه منم گیرشون بیاد اعدامم بکنن، اما اینطور نیست که خامنه‌ای هر غلطی کرد کوتاه بیام. این مبانی بعضی از اینا بر خودشون دارن، کما اینکه ما داوود کریمی رو داشتیم، شاید تو بعضی از موارد از نظر شاید اعتقادی با ما هم فرق داشت، خیلی آدم تو بعضی از عرصه‌ها خیلی شاید تندرو بود، اگرچه بسیار انسان اخلاقی و شریفی بود، ولی اون آخرش کارش به زندان کشید در جمهوری اسلامی، و کثیف‌ترین کارها رو همین همرزمانش مثل محسن رضایی سرش آوردن تو زندان. قاسم سلیمانی در بعضی از عرصه‌ها تمکین نمی‌کرد به خامنه‌ای، اینو همه می‌دونن، و همین الان شما می‌بینید بعضی از اتفاقاتی که می‌افته. مگر فرمانده سپاه گلستان در قضای سال 1401 نگفت خیلی از فرماندهان سپاه آقا رو تنها گذاشتن در فتنه 1401؟ پس اینطوری نیست، تمکین که نمی کنن. ولی فرض کنیم که اصلا تمام حکومت تمکین کردن و باب این حرفا بسته شد، آیا واقعا تموم میشه؟ یعنی این خبرهایی که به قول خامنه‌ای تو دل مردم خالی میکنه و به نظر من اتفاقا امید در مردم ایجاد میکنه. ببین نگاه خامنه‌ای با نگاه بسیار از مردم متفاوته. ممکن این امید غلطی باشه که منم معتقدم امید درستی نیست، که شما دلت خوش باشه که یه حمله خارجی کاری انجام بده، ولی برخلاف فکر خامنه‌ای، برخلاف انتظار خامنه‌ای، برخلاف تبلیغات خامنه‌ای، برخلاف دروغ‌ها و تحریف‌های خامنه‌ای، خیلی از مردم با این خبر خوشحال میشن، امیدوار میشن، تو دلشون خالی نمیشه که، تو دلشون وقتی خالی میشه که مثلا میگن جمهوری اسلامی با اسرائیل تفاهم کرد تموم شد رفت، تو دلشون وقتی خالی میشه که ترامپ میگه من با جمهوری اسلامی مذاکره میکنم، اونطوری تو واقعا یعنی مرجف میشه خبری که میاد که میگه ترامپ میخواد با جمهوری اسلامی تفاهم کنه. مرجفون کسانی میشن که خبر مربوط تفاهم احتمالی و پشت پرده جمهوری اسلامی با اسرائیل میگن،
تو دل مردم وقتی خالی میشه که من بیام میگم آقا اسرائیل احتمالاً سر قضیه نماز جمعه 13 مهر با خامنه‌ای تفاهم کرده و قول داده که نمیزنمتون، بیاد نماز جمعه برگزار کنید، اونجا تو دل مردم خالی میشه. ولی گیرم که اینم درست باشه، گیرم که مثلا همین تفسیر خامنه‌ای درسته، اصلا اطرافیان خامنه‌ای نیستن که توضیح دادم اتفاقا اطرافیان خامنه‌ای بیشتر اثر دارن، و فرض کنیم که این خبرو تو دل مردم خالی میکنه، خیلی دیره برای تهدیدهای خامنه‌ای، خیلی دیره. امروز تک تک ایرانیا تو خونهشون مرجف هستن، خودشون خبر رو میگیرن، با اهل خانه صحبت میکنن، پای تلفن به خاله و عمو و دایی میگن، تو محافلشون میگن، تو تاکسی میشنن میگن، تو اتوبوس میگن، حرفایی که میاد از هر مرجعی، از هر منبع خبری یک خبری میگیرن که به نوعی تضعیف جمهوری اسلامی درش هست، تحقیر جمهوری اسلامی درش هست، احتمال حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی نه علیه ایران هست، مردم خودشون ده هم به ده هم میگن چند نفر میخواد خامنه‌ای بترسونه. حتی تلاش های جمهوری اسلامی و خامنه‌ای برای محدود کردن جواب نداده. میبینید که همین فضای مجازی که اینا محدود کردن، بسیاری از حکومتی درش هستن. تو همینجا ببینید اراذل حکومتی که میان اینجا، من قسم میخورم اکثر اینا ماهی یه بارم تلویزیون خونهشون باز نمیکنن، ولی هر شب میاد پای لایو به من. واسه این فضای مجازی، همین فضای مجازی بالاخره وسیله مرجفون چی، همین فضای مجازی دیگه، شایع پراکنی که دیگه مثل سابقه نیست که یه نفر بگه بعد مثلا فردا به گوش 5 نفر دیگه برسه، شایع در کسری از ثانیه در کل ایران پخش میشه اگر شایع باشه. اگه خبر راست باشه که دیگه بهتر، مردم با ذوق و شوق، با حجم وسیع‌تر، با سرعت بیشتر پخشش میکنن، هر کیم 4 تا میذاره روش، امیدهاشون روش اضافه میکنن. ولی گیرم میگم چند تا فرض میکنیم که این کسانی که خبرها رو منتشر میکنن خود حکومتی ها نباشن، مثل عزیز جعفری، محسن رضایی، وحید خضاب، احمدی نژاد، مجری تلویزیون و غیره و غیره، فرض میکنیم این همین مرجفونی هم که خامنه‌ای میگن، و فرض هم میکنیم که میشه اینا رو کنترل کرد. توسط رو چی میخوای کنترل کنی؟ میخوای فضای مجازی رو ببندی؟ وقتی یک حکومت فاسدی داری تو که عناصر حکومتت از تو دهنی زدن به تو و مخالف کار کردن تو، مخالفت با تو نون میخورن، تو چیکارشون باید بکنی؟ تو دستور فیلتر میدی، بعد انگلزاده زن دختر خزعلی میخواد بره فیلتر شکن وارد کنه، اون نمیکنه، اطراف احمد نژاد نشد، برادرزاده عارف نشد، پسرخاله روحانی. شما برید نگاه کنید این شرکت ها، این به قول اینا سکوهایی که دارن کار میکنن به نوعی وصلن به یه جایی، فیلتر شکن که ترتیبش مشخصه، روبیکا، نمیدونم شاهد، بگید از این اسامی مزخرفی که میگن دروغ میگن همش دوش هست. اما بحث اصلی فیلتر شکن کی مدیریت میکنه؟ مگر در خود مجلس نگفتن سال چند هزار میلیارد تومان تجارت فیلتر شکن؟ این تجارت مثلا گیر من و مثلا امثال من میاد، اگه دست ما بود که بلا فاصله میگرفتن. بخشی از حکومت داره از جان نون میخوره که خامنه‌ای خودشو تیکه پاره هم بکنه، بیاد وسط میدون آزادی، میدون شهیاد، میدون امام حسین، میدون فوزی اسمش هر چی بخواد بذارید، میدون 24 اسفند، میدون انقلاب، نس لباس خودشو چاک بده، خشتک خودشم جر بده، کار خودشونو میکنن. یعنی اصلا اینا طرفداریشون از حکومت و حضورشون در حکومت برای سوء استفاده هاست. پس ببینید، اولا اکثر این خبرها به دلیل اختلافات سطح بالای حکومتی منتشر میشه، دست من و امثال من نیست، من مرجف نیستم که کی حرف من رو گوش میکنه، چند نفر حرف من رو گوش میکنن، ولی حرف محسن علارغم نفرتی که از عزیز جعفری وجود داره، علارغم تهوعی که از محسن رضایی به وجود میاد، علارغم کینه که از احمد نژاد وجود داره، وقتی عزیز جعفری میاد میگه در بعد از عملیات بعدی کاذب یک اسرائیلی اومدن زدن S-300 کنفیکون کردن، خب خبر منتشر میشه در مقیاس وسیع. حالا خامنه‌ای خشتک خودشم جر بده، یا شلوار خودشم جر بده، یا پیرهن خودشم جر بده، یا عمامه خودشم جر بده. عزیز جعفری نگه فردا زرقدرنیا، سربار زرقدرنیا در افشاگری، که مگه همون کسی که علیه قالیباف افشاگری کرد لازم باشه علیه این برش هم افشاگری میکنید؟ دعواها سر خوردن و بردنه. اگر کسی هم با روسیه مخالفت میکنه در این حکومت، اگر عزیز جعفری میاد لو میده ناتوانی دفاعی و پدافند روسی رو، برای رضای خدا یا برای نجات ایران نیست، که به خاطر نامردیایی که روسیه علیه ایران کرده که نیست، به خاطری که تو منافعشون، این یکی به باند آمریکا نزدیکتر، اون که به باند روسیه، و این باند از بین نمیره. اینا انقدر ریشه دووندن تو حکومت و انقدر تو در تو هستن
که اصلا خامنه‌ای خودش هم بکشه نمیتونه کار انجام بده، زمین که در نزدیکترین افراد کنار خامنه‌ای از مجتبیش ارتداد دیگران تو این وضعیت منفعت دارن. ولی عرض میکنم به فرضم که بخوان جلوشو بگیرن، جلو افرادم بگیرن، تازه فضای مجازی میخوان چیکار کنن؟ فضای مجازی راه دسترسی مردم به فضای مجازی، همین فضای مجازی که دوستمون نوشته مرگ بر واتساپ، اصلا یکی از فلسفه های فیلتراسیون اینه که برن فیلتر شکن بفروشن. ببین این حکومت یک حکومتی که در داخل خودش هم وفاداری وجود نداره، لویالتی نیست که شما فکر کنید که آقا اینا به حکومت وفادارن. ببین دوستان عزیز، یه موقع اوائل انقلاب اکثریت حکومتی ها واقعا هم نسبت به خامنه‌ای وفاداری داشتن هم تبعیت داشتن. الان خامنه‌ای، من قسم جلاله خوردم و بازم قسم میخورم که اگر یک روز یک بعد غذای محمدی گلپایگانی کم بشه، خودش متکا میذاره رو دهن خامنه‌ای، میشینه روش خفش میکنه. حکومت اینطوریه، دارید میبینید. شما برید احمدی نژادی که یه روزی دوست پسر خامنه‌ای بود، الان چی میگه در مورد خامنه‌ای؟ برید بشینید پای حرفای ماهای آخر رفسنجانی که یه روز خامنه‌ای میگفت هیچ کس برای من رفسنجانی نمیشود، چی میگفت؟ برید پای در دل ناطق نوری به عنوان یکی از یاران بسیار نزدیک خامنه‌ای بنشینید، ببینید چی میگه الان. برید مواضع ولایتی رو در مورد سعید جلیلی که از نزدیکان ولایتی، از نزدیکان خامنه‌ای جلیلی هم هست، برید مواضع ولایتی رو در مورد جلیلی ببینید. یعنی اینطوری نیست که شما فکر کنید که الان مثلا انقدر وفاداری نسبت به خامنه‌ای وجود داره. حتی اگه طرف یه دلخوری، زمان خامنه‌ای اینطوری بود، طرف یه دلخوری از خامنه‌ای پیدا می‌کرد، ولی واقعا انقدر وفاداری بود یا خامنه‌ای انقدر ابهت داشت و انقدر قدرت داشت، کسی جرئت نمی‌کرد چیزی بگه و واقعا خیلی هم نمی‌گفت، یعنی پذیرفته بودن خامنه‌ای رو. ولی خامنه‌ای در این حدیث همون حرفی که خامنه‌ای خودش در جلسه خبرگان گفت، اگه من رهبر بشم واقعا شماها تبعیت از من رو وظیفه شرعی نمیدونید، گفت خودش این حرفو و میدونست. و امروز بدتر از اون موقع شده، یعنی امروز اگر خمینی هم بود نزدیکترین یارانش تبعیت از خمینی رو وظیفه شرعی نمیدونستن. این وضعیت که الان وجود داره، حالا با این شرایط، حالا این که هست که تبعیت رو وظیفه شرعی نمیدونن، تبعیت رو باعث افتخار برای خودشون نمیدونن، حتی طرف تو خونه خودش مشکل داره اگه بخواد از خامنه‌ای حرف شنیده داشته باشه. میگم شما برید بپرسید الان ناطق نوری مواضعش در مورد خامنه‌ای چیه. آقای مظاهری که از علمای بزرگ قوم بود، خامنه‌ای فرستادش اصفهان برای اینکه بشه موی دماغ آقای طاهری امام جمعه اصفهان که خامنه‌ای باش مخالف بود. برید مواضع مظاهری رو الان ببینید و بسیاری از افراد دیگه. شما در سال 1000 ببینید، در سال 88 بسیار از ائمه جمعه، بسیار از فرماندهان سپاه اومدن لخشون اومدن تو میدون علیه به قول خودشون فتنه، ولی سال 1400 که نبود واقعا. و الان وقتی اتفاقاتی میفته، شما چند تا امام جمعه میشید واقعا بین از خامنه‌ای دفاع کنن؟ خب این وضعیت حکومت و به همین جهت این مرجفونی که خامنه‌ای کشف کرده خیلی دیره. اولا میگم تحریف کرد و دروغ گفت، این مرجفون برمیگرده به اطرافیان خودش هم مردم دیگه. ثانیاً بر اساس قرائن و شواهدی که من ارائه کردم اینجا، این کسانی که تو دل مردم حرفایی که میزنن باعث تو دل خالی شدن میشه، نه تو دل مردم، تو دل حزب اللهیا، کسی مثل عزیز جعفری، محسن رضایی، وحید خضاب، احمدی نژاد، اینا دیگه همین مجری صدا و سیما که پریشب داشت مصاحبه میکرد و گفتش که آیا احتمال نیست که آقای رئیس هم کشته باشن. جالبه که اینش جالبه، اون کارشناسی هم که جواب میداد گفتش که ببینید ما به لحاظ تحلیلی ممکن، اما چون حکومت جالش بود، میگفتش که اراده حکومت بر این تعلق گرفته که این موضوع رو به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کنه، و چون ستاد کل نیروهای مسلح سه تا بیانیه داده، ما حتی اگر به لحاظ کارشناسی نظری داشته باشیم باید به اونا توجه کنیم. یعنی همینم اعتراف کرد که آره درسته. خب این حرفاره که کسی غریبه نمیزنه، ولی عرض میکنم اولا تحریف کرد خامنه‌ای، ثانیا کسانی که تو دل رو خالی میکنن برای حزب الله، نه برای مردم عادی، مردم عادی خوشحال میشن. حکومتی‌ها هستن که اونم نه به خاطر اشتباه، این نیست که اشتباه کنن طرفشون تذکر بدن گوشون رو ببچونن، بر اساس یک درگیری طولانی مدتی که بین دو باند حکومتی یا شاید چند باند حکومتیه و این منافع از بین نمیره. و ثالثا اگر فرض کنیم که خامنه‌ای تصمیم بگیره یه پوزبند به همه حکومتی‌ها بزنه، بگه هر روز صبح تمام حکومتی باید صف بشن جلوی بیت رهبری، یه پوزبند بهشون بزنن، قفلن کنن پشتشو، بفرستنشون برن، هیچ هم حرف نزنن، نحوه خبرگیری مردم اصلا موکول به حکومتی ها نیست که. مردم به هر شیوهی خبر میگیرن و حتی در این زمان بسیار از خبرهای فیک رو دستشون میگیرن، تحلیل میکنن، باش خوشحال میشن یا غمگین میشن. و نهایتا اگر فرض کنیم حکومت حتی اراده داشته باشه که جلوی این خبرها رو بگیره، موفق نمیشه، برای اینکه مهمترین منبع فروش فیلتر شکن
و دسترسی آزاد مردم به فضای مجازی بخشی از عناصر پرنفوذ حکومتی هستند که حتی ممکنه سهم الارث سهم به مشتبه خامنه ای هم میدن، به مشتبه ندن به مسعود میدن، به مسعود ندن به میثم میدن، نه به مصطفی میدن، نشد به پسر محمدی گلپایگانی میدن که داماد خامنه ایه، یا به مصباح الهدای باقری میدن که داماد خامنه ایه. اصلا تردید در نشده نیست، امکان نداره در جمهوری اسلامی شما یک پروژه بزرگ اقتصادی انجام بدی، یک کار بزرگ انجام بدی که دقیقا مخالف سیاست های جمهوری اسلامی. آقا ببین شما دوستان عزیز، تو این حکومت یه عزیزی به نام ستار بهشتی یه وبلاگی داشت، نمیدونم چند صد نفر چند هزار نفر میدیدن، دو بخش کوچکی از فساد ذاتی و ارثی خامنه‌ای رو افشا کرد، بلافاصله پیداش کردن، بردن گرفتن زیر شکنجه کشتنش. وقت فیلتر شکن در این مقیاس تو کشور وارد کنی بفروشی، آب از آب تکون نخوره؟ مگه چند نفر از مردم میتونن از طریق منی که اینجا نشستن فیلتر شکن بخرن بعد آپلود بکنن؟ این داخل کشور گردش ماریش داخل کشوره. حکومت که حتی حسابای بانکی مردم رو چک میکنه برای مالیات، وقتی همچین گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی در سال در مورد فیلتر شکن باشه نفهمن؟ علتش اینه که داخل حکومتن. یعنی ببین خامنه‌ای هم مزخرف گفت، هم تحریف کرد و هم اثری نداره. هیچ اثری نداره. ببین حکومتی که همین الان خامنه‌ای که تو دل خالی نکن، سیاری میاد میگه آسمان عراق 25 روز در اختیار آمریکا و اسرائیل بوده. تو دل خالی کردن از این بالاتر؟ خامنه‌ای میگه تو دل خالی نکن، نصیرزاده میاد میگه که ما بومی این تکنولوژی، بزنن دوباره میسازیم. خب معنیشه این یه طرفش اینه که قمپوز در میکنه تو، اون برشه که پس زدن. وقتی خبرنگار سوال میکنه استل لاقل یه دروغ بگو، نه نزدن. یعنی این ویدیو قصه اینقدر واضحه حتی نمیتونه با دروغ بپوشونتش. کره شمالی دوربردترین موشک قاره پیمای خود را آزمایش کرد. خبرگزاری کره شمالی از آزمایش موشک قاره پیمای جدیدی که آن را قدرتمندترین سلاح راهبردی جهان نام نهاده خبر داده که دوربردترین از نوع خود است و مسافتی بیش از 1000 کیلومتر را طی کرده است. کره جنوبی و ژاپن میگویند این موشک جدید بیش از 86 دقیقه در آسمان بوده و در آب‌های شرقی شبه جزیره کره و در 200 کیلومتری جزیره ژاپنی اوکوشیری سقوط کرده است. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید این موشک با زاویه رو به بالا تا ارتفاع 7000 کیلومتری بالا رفته که قابلیت طی مسافت بیشتری را در صورت شلیک از زاویه افقی و رو به پایین را هم داشته است. پرتاب این موشک جدید قاره پیمای دوربرد توسط کره شمالی در آستانه انتخابات آمریکا بار دیگر به افزایش تنش بین دو کره شمالی و جنوبی منجر شده است. خبرگزاری کره شمالی از کیم جونگ اون رهبر این کشور در محل پرتاب این موشک نقل کرده است که اقدامات خطرناک دشمن ضرورت تقویت قدرت هسته‌ای کشور را گوشزد می‌کند. او همچنین گفته است که کشورش از موضع خود برای تقویت زرادخانه هسته‌ای کنار نخواهد آمد. با موشک‌های قاره پیمای جدیدی که کره شمالی اخیراً آزمایش کرده است، عملاً امکان هدف قرار دادن ایالات متحده آمریکا را دارد. این در حالی است که آمریکا می‌گوید نیروهای ارتش کره شمالی با لباس نظامی ارتش روسیه در حال آماده شدن برای ورود به جنگ در اوکراین هستند. شانساویت سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا آزمایش موشکی کره شمالی را نقض آشکار چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانست که به افزایش تنش‌ها در منطقه و خطر بی‌ثبات شدن آن دامن می‌زند. او تأکید کرد که آمریکا از تمام توان خود برای دفاع از خود و متحدانش در منطقه استفاده خواهد کرد. آزمایش موشکی کره شمالی تنها چند ساعت پس از دیدار لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با همتای کره جنوبی خود در واشنگتن صورت گرفته است که دو طرف اعزام نیروهای ارتش کره شمالی به روسیه برای شرکت در جنگ اوکراین را محکوم کردند. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدئوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.